حالا باید شیشه درست کنم بیام اصلا رو بردارم. یه حرکت سامورایی. خیلی کریپر هست. کرافتینگ تیبل رو میتونیم به عنوان سوخت استفاده کنیم. 51. خوش اومدید. خوش اومدید به ماینکرافت هاردکور قسمت 15، قسمتی که قول داده بودم مپو بذارم برای دانلود. جا داره اشاره کنم برای اونایی که نمیدونن، اگه بمیرم همه چی تمومه، کلن سری تمومه اگه من بمیرم یک بار توی این سری. ایده خوبی فکر کنم باشه که برم کندوی زنبور عسل اوکی کنم، زنبور پرورش بدم. چیه زنگ بابا، ول کنید تو رو خدا. هم کندو داشته باشیم، عسلشو میخوام بزنم به این مسا که دیگه زنگ نزنه. کم کم میخوام کارایی انجام بدم تو بازی که مربوط میشه فقط به آپدیت هایی که اخیرا به بازی اضافه شده. مسیر راه آهن هم میتونم درست کنم، ولی درب و داغونه واقعا. چه خبر؟ خوب هستی شما؟ ایکس علاوه وای زب در 2 مساوی با 2 ایکس علاوه 2 وای. راه مناسبی میتونه باشه برای حفظ کردن فرمولا، اونایی که دوست ندارن اصلا درس بخونن، با نیم تگ یک متد آموزشی بزنم، یه پیج اینستا هم بزنم، پکیج های آموزشی بفروشم به کنکوری ها. ما میدونیم از نظر جهت انگشت شست در جهت جریان کف دست تو thumbs down. پلا بزنم سر مردم و نه اینکه همشون بذارن، ولی چی بگم والله، توی ایکس به علاوه چه غلطی کردم، توی خره میگم اصلا از این به بعد بهش چیزی نیست. نه خالیه، بریم سراغ کمپ فایر. خیلی وقت کمپ فایر درست نکردم، فکر کنم آخرین باری که کمپ فایر درست کردم توی سری سوروایول اولای سری بود. یه 4 تا ترپ دور فکر کنم اینچنتمنت سیلک تاچ یه دونه به دست آوردم، یعنی میتونم کندومندو باش بردارم، ولی میخوام طبیعی باشه، میخوام عسل طبیعی دوستان، میخوام غذا ارگانیک بدم به بچه ها. خودتون میدونید که چقدر خاصیت داره و ضد دیابت، ضد انواع بیماری های. اینجا یه کندوی زنبور عسلی هست، میذاریم این زیر برای اینکه زنبور رو نسوزن. اینم میبندیم، این رو هم میبندیم، این رو هم میبندیم، و شاید باورتون نشه بچه ها، باید این پایین بزنم. آها اینم از این. حالا باید شیشه درست کنم بیام عسل ها رو بردارم، عسل ارگانیک و باطلی که نیست، ندارم اصلا. یکی از معضلات من توی این سری شنه. فعلا که باید موم بردارم اصلا برای اینکه بزنم رو مسا. من قیچی داشتم، دوباره قیچی درست کردم. فعلا کاری که میکنم اینه اصلا، مومها رو جمع میکنم، همه رو نگهداری میکنم که کندو درست کنم خودم باش، از این کندوهای سنتی نه از این کندوهای طبیعی. تعداد زنبورامون رو بیشتر کنم که ظرفیت تولیدمون بره بالا. یه فکری زده به سرم، اپیزود پیش گفتم میتونم از اینجا یه پورتال درست کنم نزدیک خونم، یه پورتال که منو ببره به ندر، و از ندر مسیرم کوتاه‌تر میشه برای اینکه برم به همون ویلج. چون میدونید که ندر پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. ندر اینطوریه که یک جهانی موازی با جهان اوورورلد، و اگه مثلا 100 تا بلاک توی ندر جابجا شید و یه پورتال بسازید، در اصل اون پورتال شما رو میبره به 800 بلاک جلوتر، 800 متر جلوتر توی اوورورلد. یعنی هر یه متر اینجا معادل 8 متر توی ندره. این کارو میکنم، مسیر رفت و آمدم کوتاه شه، پورتال اونجا هم که حدودا میدونم 57 تا هم ابسیدین دارم از قبل. اینجا مختصاتش کجاست؟ نزدیک صفر تقریبا. روستای 400 خورده اینجا نوشتم، منفی 500 منفی 1300 بوده که اینا رو تقسیم برای 8 کنیم میشه منفی 62 منفی 162. این پورتال من توی ندر که منو میبره به اون روستا باید همچین مختصاتی باشه. میام این ورتر یکم، فعلا یه همچین جای پورتال درست میکنم. چاک جک و جونور بی آزار اینجا، محیط خانوادگیه، با این پورتال گن میزنم به اینجا. مثلا میمونه توی محله که خیلی آروم و پر مهد کودک و اینجور چیزاست، توی یه بری مثلا زندان بزنی. ها؟ گست یه میاد اینجا، چه میدونم پیگلین میگلین ها، و واقعا شاید بیان. 1 2 3 ببینیم پورتال منو کجا میبره. فندک دارم؟ نه. شن اینجا هم هست، دلم نمیاد این رو بردارم، گن زده میشه به این تیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. هست فلینت در گنج حکیم. ببینیم کجا ما رو میبره این داداشمون. یا الله
یه لحظه دوستان به گیرنده هاتون دست نزنید، من یه دقیقه برگردم یادم رفت زله طلایی با خودم بیارم. سوتی بدی دادم، فکر کنید همچین سوتی راحت ممکنه واسه مرگتون شه. و ماپایی که رو هوا ان برای خودشون معلق. یادم نمیاد آرمورم چی بود، یه آرمور طلایی من باید قاعدتا داشته باشم اینجا. چست پلیتم بوده، یکم آرمورش کم میشه نسبت به چست پلیت ندر رایتی، ولی خب اینم خودش آرموری داره دیگه. تو ندر چیو منو میتونه بکشه؟ دارم فکر میکنم خیلی وقت تو ندر نبودم تو هیچ سری. مختصاتو ببینم، منفی 16 منفی 38 همونطور که پیش بینی میشد. بعد برم منفی 60 خورده ای، منفی 160 خورده ای، منفی 60 خورده ای، بیا برو بچه، منفی 160 خورده ای. یعنی یه ریز دیگه بیایم اینورتر میرسم به ویلج. چقدر خوب. البته هیچ وقت نباید توی ندر زوغ زده بشین دوستان، یوهو مثلا حواست نمیره این تو تموم میشه. و اگه مثل من سری که دارید پلی میدید ماینکرافت هاردکور باشه، اگه بمیرید همه چی تمومه. حرکات ریسکی این وره الان. آره دیگه همین وره، پورتال همو دارم میبینم. فقط خودم مسیر خودم رو سخت کردم به طرز احمقانه. ندر یه جایی که اصلا فکرشو نمی کنی بد مسیر میشه. مثلا دوتا بلاک مونده برسی به مقصدت، یه میبینی 60 متر لاواه، 10 تا گست، یه بسیان رمننت هم تو اون دو بلاک جا شده توسط بازی. این هم از این رسیدیم. خیلی راحت میتونیم بریم ویلیج رو بیاییم. حتی شاید بتونم بعدها یا شاید همین در آینده نزدیک یه حرکت سم بزنم. این حرکت سم چیه؟ یه برو تو با من زامبیت میکنن، کسی جرئت نکرده بیاد رو تخت من بخوابه دست بزنه به وسایلم. این حرکت سم اینه که ویلیجارا رو که میخوام بیارم بیسم از نیدر بیارم. یعنی یه سری از پورتال اینجا ردشون کنم. نمیدونم، شاید حرکت عملی نباشه، شاید حرکت احمقانه ای باشه، ولی الحق و الانصاف همه چیزای به درد بخورم رو برداشته بودم. پوشن اسپید هم مونده بود، اینا رو بردارم. یه سری بزنیم به ویلیجرا، سله رحم رو به جا بیاریم. خوب هستید شما؟ این چنتینگ تیبل هم هست، میذارم باشه حالا اینجا. کندوی زنبور اصل هم هست، سیلک تاچ هم با همه. کندو رو برداریم، کسی حواسش نیست؟ نه نیش بزنی رو برداشتم، یه ادوانسمنت هم گرفتیم. او یس دوستان عزیز، اومدم دشت گل، عطر گل محمدی رو در وجود خودم پرورش میدم. قویانی محشرانی گل محمدیانی، به 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 به. بالای ویلیج هم همیشه مشکل داشتیم، ویلیجرا میومدن خودشونو پرت میکردن پایین. من اصلا تعجب نمیکنم اگه چند تا از این ویلیجرا مرده باشن تا حالا. و این ندر وارد هایی که من کاشته بودم اینجا دلیل اصلی اومدن من به اینجاست. ندر وارد هامو بردارم. ای خدا، خاطراتمون زنده شد. آیرن گولمی که اینجاست، چرا چشش قرمزه؟ نکنه اگریویت رو من، نکنه چیزی کشیده اینجا گیرش انداختم، یه گوشه پیدا کرده بود. این آمبرکینگ میداد بهمون. چند آمبرکینگ؟ مزه نمیده. 38 دلار مثل این که قراره بره بالا دوستان. نمیخوام مزه بریزم، واقعا میگم حواستون جمع کنید، پولی چیزی دارید دلار واقعا قراره بره بالا. چرا من یه دفعه چیز شدم؟ چه خبر شد یه دفعه؟ کارم اینجا تمومه، مطمئن شدم خیلی راحت میتونم برم و بیام. حتی شاید توی ندر یه مسیر درست کنم، یه مسیر ریلی درست کنم که رفت آمدم راحت شه به این ویلج. و یا حتی ویلجای دیگه میتونم یک شبکه ندر پورتالی برای اولین بار توی عمرم درست کنم. ایده ها خودشون میان دیگه. بیا برو خونه بچه، بیا برو. این پایینم یه سر بزنم معدنی که کندم، ببینم چیز به درد بخوری هست. سول با خودم بیارم، سول سند میخوام که این ندر وارت ها رو بتونم بکارم. خوب شد یادم افتاد. اینجا که بعید میدونم توی چست باشه، نزدیک همون پورتاله که از بیس هم من آوردش توی ندر، اونجا یکم سول سند و اینجا شده بود. باید حرکت کنم سمت مختصات صفر صفر. بابا ولم کنید تو رو خدا، یعنی فانگس دم دستم همیشه میذارم از این باید توی ندر. نیدر فورترس هم من دارم کجا میرم مثل احمق؟ باید این سمتی برم. به سلامت ها، به سلامت، بهت خدا روزیتون جای دیگه حواله کنه. چقدر سگ جونی تو آخه، چقدر بزنم ات دیگه. شت، هیچ وقت نیدر رو نباید دست کم گرفت. یه حرکت سامورایی، هیچ وقت نباید نظر دست کم گرفت و خودم دارم حرکات خرکشی انجام میدم. سولسند تو
تونلر یه جوریه که اومدن راحته، برگشتن سخته. با همچین پای مواجه میشید. این نمیذارید دوستان باریکشال یه کمکی بکنید. اوه یس، بریم که داشته باشیم. یه خوکه هم خوشش اومده، این خوکه همیشه اینجاست. خب کارهای زیادی برای انجام دادن هست. زنبورا رو کجا بذارم؟ دیگه درخته این اطراف رو بذارید قطع نکنم. زیر همینا زنبورامون اوکی کنم. البته اینجا الان فاصلش خیلی کمه. بذاریم اینجا. او مای. بریم بیسو یه تغییرات کوچیک بدم با این ندروارت ها. کاری که میخوام انجام بدم اینه. یه مقدار سول سند میذارم اینجا. 3 4 5 6 7 8. نمیخوام از این بیشتر شه. آندزیت پولیش شده. تبدیلش میکنیم به پله. همیشه این زیر پرورش ندروارتمونو داریم. گل و گیاهی هم هستش اینجا همیشه. در نقش گیاه دیگه. Really? گرچه اگه دقیق‌ترش رو بخوایم حساب کنیم یه جورایی وارت به معنی زیگیله. اینم از این. وارتمون هم اوکی شد. به لحاظ فنی الان میتونم بروینگ هم شروع کنم. ولی کاری که الان میخوام انجام بدم اینه. پشیمون شدم از اینکه فعلا برم ویلجرای اون ویلجمو بیارم اینجا از ندر. میخوام توی همین اورورلد با همین ریلایی که اپیزود پیش ساختم ویلجرای همون ویلجی که اسکندر توش گیر کرده بود و منتقل کنم اینجا، فارم ویلجرمونم اوکی بشه. تریدینگ هال درست کنم به قول بعضی از دوستان. او مای گاد. قاب میذارم اینجا، نمیدونم بعدن چیزی میذارم توش، چیز با ارزش پیدا میکنم میذارم توش. بعد میتونم پروسه ریل گذاریمو شروع کنم. چیزی که میدونم و چیزی که مطمئنم اینه که قطعاً نسبت به سری سوروایولم کارم راحت تر میشه، چون اون سری هی ریلو بذار بردار از زیر زمین، یهو روی آب دونه دونه بلاک بذار، ویلجرها کنارتن. یکم سر کیسه رو شل کن، همه ویلجرها تو یه ذر با ریل بیارو ببر. بعدن هم تازه این ریلا به کار میاد. مثلا میخوام سیستمی درست کنم یا اینکه هر کاری بخوام بکنم. میخوام شالکه رو بیارم اورورلد، اون ادوانسمنت فوق العاده سخت و برای بار دوم تو عمرم انجام بدم. اینا هم اونجا میتونه کاربرد داشته باشه. فعلا این ایستگاه نهایی درست کنم. فعلا ویلجرها رو میخوام بیارم اینجا، یوها رو بزنم بره. یه جایی درست میکنم در و داغون و بیروح خشن، برای اینکه حساب کار دستشون بیاد. در نهایت میخوام بیارمشون اینجا. چهار تا تورچ هم میذاریم که فعلا زامبی نشن. شاید همین بالا که هستن اصلا زامبیشون کنم و اصلا دیگه نمیبرمشون زیر زمین، میذارم همین بالا باشن. دیگه اشتباهاتی که توی سری سوروایول هم انجام دادم و اینجا انجام نمیدم. و شاید اصلا یه ویلج مصنوعی اینجا درست کنم، یعنی تریدینگ هال نکنم. نمیدونم، فعلا ویلج ها رو میارم اینجا، خیلی هم نمیارم، میارم آروم آروم تکثیرشون میکنم. و اون ویلیج این سمت بود اگه اشتباه نکنم. پروسه ریل گذاری رو شروع میکنیم. علا برکت الله، هیچی نشده، هنوز خیلی دور نشدیم، نصف استکمون رفت. A few moments later. یه تیکه هم تو کوه موخ باید رچم، اون تیکه واقعا پاره کننده است. نیازی هم نیست کلیک کنم، هی مثل اسکولا تق 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 صدای دست خر میاد. دستتون یادری میذاره. سه تا استکمون رفت، 6 تا استک بیشتر نمونده. اینجا میام ردشون میکنم. فاز ترن هوایی داره، یکم بترسن از اینجا. بیا ریدم اومد. Here we go again. خوش اومدید دوستان. بفرمایید بفرمایید، وقتتون بخیر باشه. خوب هستید خانواده؟ خوب هستن؟ سلام برسونید. آقازاده چی کار میکنن؟ کوچولو چطورن؟ You're not funny. فقط کار زیاد میکنن. فقط، یعنی من 10 ساعت الان باید بگردم شیر گاو بخورم که این افکت سگمسته برون بره. این به طور سابلیمینال کار ایلومیناتیه، باعث میشه که کسایی که این ویدیوها رو میبینن حواس کنن برن شیر بخورن و بعد ایلومیناتی توی شیرها سم میریزه. هی میخواد که شما همه جا شیر ببینید توی ماینکرافت، هی شیر ببینید هر اپیزود. شت، شروع شد. جای پاره کننده قضیه شروع شد. و البته مسیر مصنوعی درست کنم. سختش اولشه دیگه. کار احمقانه‌ای که من توی سری سوروایول انجام دادم اینه که همزمان که ویلجرها کنارم بودن و ممکن بود یه بلایی سرشون بیاد، من داشتم اینا رو مثلا میساختم، ریل رو میذاشتم، مسیر رو هموار میکردم. بابا صاف میریم تو درخت. درختم باید بکنیم. من توی ماینکرافت تازه میفهمی که راه و شهرسازی چه رشته سخت و سمی میتونه باشه. حالا یه کاری میکنم برای اینکه مسیرمو اشتباه و بیراه نرم، شاید هم یکم اشتباه رفته باشم. مختصات اینجا رو حفظ میکنم. -247 -129 -247 -129
و بعد میرم به اون ویلج، ویلجه رو پیدا میکنم، از ویلجه میام به سمت خونه، برای اینکه بهترین مسیر ممکن رو داشته باشم. و ملا نصرالدینی که همچنان اینجاست. هر موقعی که نمیخوایش لجنو دی اسپان نمیشه، موقعی که میخوای نیم تگ بزنی روش و اینجور چیزا بیب میشه میره ناکس. نمیدونم چجوری الان تو سیو موندی از اپیزود پیش تا حالا. بازم میخوام احترام رو حفظ کنم، وای به روزی که من طغیان کنم. بالاخره دورتر از چیزی بود که فکرشو میکنم، منفی 800 جر میخورم که ناکس. الان فقط نزدیک 200 تا ریل دارم. به هر حال آش کشف خالص، از همینجا باید رد شیم دیگه. منم باید گن میزدم به درتا اینجا که نشه روش ریل گذاشت. از همینجا شروع میکنی. اینجا دیگه به طور رسمی از ویلج دوستامون خارج میشن. 8 hours later. کاش که میشد توی ماینکرافت ریلا رو به صورت اوریب بذاری. No. 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 مثلا میخواد شما از این نقطه که الان کندم بیاد به این نقطه، به جای اینکه این مسیر احمقانه رو طی کنید اینو مستقیم میزدید. یک مثلث قام و زاویه ساده که دیگه همتون میتونید تصور کنید. واو. باورم نمیشه یه استک دیگه بیشتر از ریلامون نمونده. و اینم تموم شد. خیلی فاصله داریم تو مختصات مورد نظر. و کاری که الان میکنم اینه، میمونم توی این ویلج، سکنا میگذینم و انقدر آهم پیدا میکنم که دیگه مسیر رفت و برگشتمون یه سره بشه. حالا ندارم 10 ساعت بیام ریل بکنم، ریلارم بعدن همه رو استفاده میکنیم. خانه به دوشم من توی این سری، هی میرم ویلج های مختلف، جاهای مختلف. یه غار همینجا میکنم خودم به طور دستی، میرم این پایین انقدر میکنم تا بالاخره به یه غاری جایی برسم. اولین آهن اپیزود افتتاح میکنیم علا برکت الله. بازم آهن، یا هیچی نشده. 39 تا آهن پیدا کردم. او صدای زامبی میاد از سمت چپ، از هدستم قسمت چپ یکم روی بالا نیست. هدستم خیلی حرفه‌ایه. صدا داره نزدیکتر میشه. او رسیدم بالاخره. چه مسیر هچل هفت و چپ اندر قیچی رو تهی کردم. کریپر نترکه، هر کی میخواد بیاد بیاد. زامبی ویلجر هم هست، کریپر هم هست، خیلی کریپر هست. یا اول با فکر کنم از کریپر دمیج نخوردم به خاطر شیلدم، همون دمیجی هم که خوردم به خاطر مابهای لجن دیگه بود. میدونم که بومبسته بابا، بمیر دیگه، چی کارت کنم تو رو نجس. اینجا چست باید درست کنم و همینطور فرنس ها، سه تا فرنس بریم که داشته باشیم جمع‌آوری آهن رو شروع کنیم. خدایا این کریپر رو تو منو نکشن ول نمی کنن. جمع کنید دیگه بند و بساطتون رو. روشن کردن غار همیشه خطرناکترین قسمت قضیه است. خودم هم آتیش گرفتم، برای همین همیشه آب دم دستم هست. یه بالاخره سالها تجربه داره فوران میکنه الان در من. احمق رفت تو لاوا. واقعا کار سختی نیست برای موجان که کلی طراحی کنه که ماباب نرن تو لاوا. تمام شد غارمون، همین بود. احمقا رو اینو در مجموع راضیم. سه تا استک آهن بد نیست، اینجا جای موندن نیست. بهتره برم هم یه غاری پیدا کنم که به طور نچرال اسپان شده و ورودیش به سطح زمین بازه. روی همین سطح بذار ببینم، کرافتینگ تیبل رو میتونیم به عنوان سوخت استفاده کنیم. الله اکبر، یه دست دستم خورد، ولی به امتحانش میارزی. حالا چهار تا چوب اتفاق خاصی نمیفته، یه دونه دیگه درست میکنم، ولی چقدر عجیب. برای اولین بار میخوام به نصیحتتون در مورد زغال سنگ گوش کنم. گفتید که زغال سنگو اگه بلاکش کنی، بلاک آف کول یعنی بلاک زغال، بیشتر میسوزه نسبت به زغال معمولی. بریم تا اینجا چقدر میتونم ریل درست کنم با همین برداشت الانمون. خوبه خوبه، بد نیست، خیلی شد. 5.5 دقیقا استک ریل شد. تازه بازم اینجا آهن هست. یه پارت دیگه هم یعنی آهن جمع کنم میتونه کارم رو را بندازه. بازم کندو،
کندو برمیدارم، بگردیم یکم تو مپ، بگردیم جای جدید رو پیدا کنیم، اقلیمای جدید، مثلا تایگاه اونور، بکپیم در تخت، در طبیعت زیبا. قار میبینم؟ بله قار میبینم. همیشه آوارم میبندم، مخصوصا اینجایی که خیلی تنگه، در رفتنمون رو سخت میکنه. ای اکسلاتل، بیا برو این تو عزیزم، بیا برو این تو. صورتی میشه به درز احمقانه ای. بازیشون رو درست نمی کنم، باید چهار تا کد بنویسید که هم رنگ خودش باشه دیگه، همه اکسلاتل صورتی میشن. حالا خب یک پدیده واقعی باشه، مثلا تو دنیای واقعی هم اکسلاتل صورتی شه، همش مثلا بذاریش توی سطل به هر دلیل. حالا بذار ببینم این قاره درست حسابیه، ارتفاعمون چند؟ 21ه. تو الکی الکی قاره من آورد پایین، شاید حتی دایموند هم پیدا شه. سری هاردکور باید اینطوری باشه، باید جنب و جوش داشته باشی. سری سوروایول سری کارمندیه، سری خونه نشینیه، مثلا حرکت خاصی نمی کنی. نایس. می اینجا قشنگ چهار تا دایموندی میبینی، یکم هیجان، چهار تا کریپر کنارت میترکه، مثلا دست خر رو میزنی، مثلا اکسلاتلی میزنتش. برو اینو بزن. اینجا رو خاموش کنم که دایموند نازنینم آسیب نبینه. چند تا شد؟ 3 تا. خدا بده برکت، خوبه، راضیم. 2 weeks later. این پایینم چک کنیم، شاید این پایینم یه دایموند بود. ماین پیدا کردم، شت. نمیخوام هدف اصلیمونو فراموش کنم، اینقدر رد دادم، میخواستم تورچ بذارم، آب گذاشتم رو دیوار. شاید قار کفیه، خیلی دایموندها رو، دایموندهای ململانی رو گفتم یکم ارزش داشت که جستجومو ادامه بدم، همه این دایموندها استفاده میشه. عجب چانک توپولی، چقدر شد؟ 33 تا. تا دایموند. یورو چه غار عجیبی شدی ها. اپیزود غارگردیه این اپیزود، و واقعا هم حال میده. باشم میخوام یه غار رو لخت کنم. یه سی بهم میگه بازم احتمالش هست دایموند پیدا کنم. طمع لول 100. یه چیزی رو مطمئنم دوستان، اینکه اصلا نمیتونم راه برگشتم رو پیدا کنم. برگشتنی باید صاف زمین رو بکنم بیام بیرون. در غارهای تنگ و تاریک وحشتناک خداوند هستم و اینجا کمین کردم. میخوام ببینم چقدر میشه لوتم تا این اپیزود. میخوام خیلی لوت کنم، میخوام در جایی که میتونم لوت کنم اینجا. باشم مپم دارم براتون توپول میکنم دیگه، کلی آهن داشته باشید، چیزی خواستید بیلد کنید، مپو دانلود کردید، مصالح باشه. مادرشون ریخته تو ببرن، تو هم فکر نکن نهیدمت. اینجا بینم قاره حضرت نوحه، الان ماب ها از هر نوع یه دونه شون میاد، یه کریپر اومد، یه زامبی اومد، یه اسکلتون اومد، الان میره همینطوری تا ویدر و دراگون میره. این میتونم بگم تا اینجا بیشترین لوتی بوده که توی عمرم تا حالا توی یک اپیزود انجام دادم. چقدر شد؟ تازه یه سریش هم بالاه. اینجا رو به طور طبیعی کابلستون به وجود اومده، مثل آرم کونگ فو، سردی این و گرمی این. گفتتون هم گم شید برید، شاید باورتون نشه ولی برای چند صدم ثانیه گفتم این که خزه است، خواستم برم. What? That is crazy. خواستم همین الان بگم انقدر میرم جلو تو بازم دایموند پیدا کنم، ولی خب پیدا شد. چقدر هم پیدا شد؟ 51. فکر کنم خوب باشه که همینو برم بالا دیگه، طمع نمی کنم. تقریبا 6 تا و نصفی استک آهن، 1.6 استک را گولد، میتونیم بگیم 7-8 استک هم دایموند. همینو بکرم برم بالا، خیلی هم از ویلیج دور نشدم. قارو لخت کردم، اوریان شد این قار دیگه بدبخ. سگ میاد، فکر کنم رفتم تو اقلیم تایگای جایی. رسیدیم به درت، دقیقا تو اقلیم تایگا بودیم. اقلیم شناس ماینکرافت هم شدم بچه ها. بله آهن ماهنا رو بذارم. کاری که میکنم برای اپیزود بعدی، یه تعدادی ریل آماده داریم، با همینا میرم جلو و توی مسیر ریل درست میکنم که یه وقت ریل اضافی بی خودی درست نکنم، آهنمون رو بتونیم بعدا استفاده کنیم اگه خواستیم.
یکم سرعت کارمون بره بالاتر. امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشید. بذارید یه موقعیت خاصی همینجا وای میستم اپیزودو تموم میکنم که اگه مپو دانلود کردید شما هم بتونید از همینجا شروع کنید. اپیزود بعدی دیگه یه ضرب ویلجرها رو از اینجا جمع میکنم میبرم به بیس خودم، اونجا یک فارمی درست میکنم، یک تریدینگ هالی چیزی درست میکنم، شاید هم یه ویلج مصنوعی درست کنم، یعنی همینطوری خونه یه چیزی براشون درست کنم که اصلا نظرسنجی میذارم توی اینستام، نظرسنجی میذارم که تریدینگ هالش کنم مثل سری سوروایول، یا اینکه نه مثلا خونمونه داشته باشن و اینجور چیز. بریم ببینیم چی میشه. اپیزود بعدی میبینم. دم همتونم گرم.